خبرگزاری رویترز میگوید در اعتراضات آبان ماه ایران 1500 نفر کشته شدند. حکومت تکذیب میکند. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چرا جمهوری اسلامی آمار جان باختگان را اعلام نمیکند. همچنین در برنامه امشب، یک سال بعد از قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی، عربستان 5 متهم پرونده خاشقجی را به اعدام محکوم کرد. ظهور دوباره خلافت خودخوانده، منابع اطلاعاتی از تجدید قوای داعش در عراق خبر می‌دهند. آلودگی این روزها تنها معضل هوا نیست. منشأ بوی بد تهران چیست؟ پاسخگو کیست؟ مسئول مقابله با آن کجاست؟ همینجور ستاد و سانه و شورا و کارگروه و کمیته و این حرفا، این بوی گند هم هست. آلودگی هوا هم هست. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک گزارش خبرگزاری رویترز شمار کشته های موج اخیر اعتراض ها در ایران را 1500 نفر اعلام کرده، به نقل از منابعی در داخل حکومت. رکوردی تکان دهنده، دست کم در 40 سال اخیر. در پاسخ سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته که خبرگزاری رویترز مرزهای جعل خبر را جابجا کرده، ولی رویترز میگوید که به اطلاعاتی محرمانه از سه منبع دست یافته. در این گزارش به یک نشست در دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران اشاره می شود که او در پایان روز دوم اعتراض ها با عتاب از مقام های امنیتی خواسته تا دامنه اعتراض ها را جمع کنند به هر شکل ممکن و با هر قیمتی، چرا که نظام در خطر قرار گرفته. این روایت درست است؟ اگر نه، چرا حکومت آماری از کشته شدگان منتشر نمی کند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فرین آسمی. مردم ریختن تو آگاهی. خبرگزاری رویترز در گزارشی که 38 روز بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران منتشر کرده، خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی در همان روزهای آغازین اعتراض‌ها مقام‌های ارشد امنیتی و دولتی را جمع کرد و دستور داد هر چه می‌توانند برای متوقف کردن معترضان انجام دهند. رویترز می‌گوید سه منبع در حلقه نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای و یک مقام دیگر حکومت ایران این موضوع را تایید کردند. علیرضا ظریفیان از مسئولان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با تسنیم این گزارش را تکذیب کرده و آن را خبرسازی جعلی و بدون مدرک توصیف کرد. بر اساس گزارش رویترز، سه منبع در وزارت کشور ایران هم گفتند که حدود 1500 نفر در اعتراض‌های آبان کشته شدند، از جمله 400 زن و 17 نوجوان. این آمار بسیار بیشتر از آمارهایی است که تا به حال از طرف سازمان‌های حقوق بشری اعلام شده. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرده بود که دست کم 304 نفر در اعتراض‌ها کشته شدند. این سازمان گفته بود احتمالاً تعداد کشته‌ها بیشتر از این است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم که پیشتر از کشته شدن بیش از 1000 نفر خبر داده بود، امروز گفت گزارش رویترز ضرورت مجازات عاملان کشته شدن 1500 شهروند ایرانی و منزوی کردن حکومت ایران را نشان می‌دهد. آمارهای مختلف درباره تعداد کشته ها در این اعتراض ها در حالی است که هیچ آمار رسمی از طرف حکومت ایران در این باره منتشر نشده. پیش از این علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود آمار کشته ها به تفکیک استان ها به زودی منتشر خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید دو منبع به آن گفتند که این آمار بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از نیروهای امنیتی، قبرستان ها، بیمارستان ها و پزشکی قانونی به دست آمده. از اینها فاصله بگیره. آیت الله خامنه ای در همان روستای ابتدایی اعتراض ها معترضان را اشرار خوانده بود. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، چینه ورزان، انسان های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. رویترز گزارش داده یک مقام محلی در اینجا شهر کرج به این خبرگزاری گفته که به آنها دستور داده شده بود تا از هر خشونت لازم برای پایان فوری اعتراض ها استفاده کنند. در گزارش رویترز آمده که آیت الله خامنه ای با دیدن تصاویر آتش زدن عکس خود و ویران کردن مجسمه آیت الله خمینی خشمگین شده. در 25 آبان ماه معترضان در اینجا شهریار سازه نماد انگشتر آیت الله خمینی را به آتش کشیدند.
همچنان از وضعیت بازداشت شدگان اعتراضهای آبان ماه خبری نیست. رئیس کل دادگستری استان البرز گفته برای بعضی از بازداشتی ها در این استان کیفرخواست صادر شده و درباره آنها تصمیم گیری می شود. دیدیم که برخی به بهانه علی ربیعی سخنگوی دولت هم گفته به همه خانواده های آسیب دیده در حوادث آبان سرکشی و به آنها رسیدگی شده است، اما همچنان خانواده های بسیاری از بازداشت شده ها میگویند که از محل نگهداری و وضعیت آنها خبری ندارند. همزمان مشتبه خانجانی فرماندار شهر بهارستان در استان تهران از پیدا شدن 3 جنازه از زیر آوار یکی از بانک های ربات کریم در اعتراض های آبان ماه خبر داده. این بانک بین 4 تا 5.5 بهش حمله شد و آتش گرفت. طبیعتاً پس کارکنان بانک در بانک نیستند. بانک تعطیل بوده. تمهیدات امنیتی برای تعطیلش هم کاملاً دیده شده. 3 تا آغاز برای احراز هویت هم به مراجع دیسلا ابلاغ شده. پنهانکاری حکومت ایران، تهدید و سکوت خانواده های کشته شده ها، نبود اطلاع رسانی شفاف و فضای امنیتی باعث شده تعداد دقیق کشته ها و بازداشتی ها مشخص نشود. فرین آسمی، بی بی سی. البته به خبرگزاری رویترز مراجعه کردیم تا اطلاعات بیشتری دریافت بکنیم و همینطور در مورد جزئیات بیشتر این خبر از اونها بشنویم، منتها حاضر به گفتگو نشدند و گفتند که هر آنچه منتشر شده در گزارش این خبرگزاری هست. در هر صورت گفتگوی داریم با 2 میهمان، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا و همینطور کاملیا انتخابی فرد سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی از نیویورک. ما سوال اول رو از آقای نامور حقیقی میپرسم. آقای نامور حقیقی، اگر به شواهد و قرائن نگاه کنیم، روایت 1500 کشته در اعتراضهای آبان ماه چقدر به حقیقت نزدیکه؟ با سلام خدمت شما جناب خانم انتخاب فر و بینندگان محترم. ببینید قبل از این اول من حسیت از که در این حادثه بودن و حتی دستگیر شدگانی که تعدادشون خیلی زیاد هست. نکته دومی که چون حکومت حاضر نشده مسئولیت قبول کنه در بیان آمار کشته شدگان، بنابراین همه آمارا میتونه هم راست باشه هم دروغ باشه. بنابراین وقتی که مقامات قضایی امنیتی میگن آمارا دروغ باشه، متاسفانه ما حرفای شما رو نمیشنویم آقای نامحقیقی، مشکل صدا داریم، امیدوارم که این مشکل حل بشه. ولی خب خانم انتخابی فرد، چقدر از نظر شما این آمار و ارقامی که در گزارش رویترز بهش اشاره شده قابل استناد هست؟ اوکی، یو وان تو دو مایکروفون دیس وان. هلو، ما باید اول از همه بگم که حتی 1 نفر کشته هم خیلی زیاده، حالا چه برسه که بخوام بگیم 300 نفر 500 نفر 2500 نفر. در مورد جان شهروندان داریم صحبت میکنیم که مسلح نبودن و فقط در خیابانها برای اعتراض به بیکاری و وضع نابسامان اقتصادی اومده بودن. اما در مورد اینکه چقدر میشه استناد کرد به این آمار، من سابق برای در خبرگزاری اسوسییتد پرس کار کردم و برای خبرگزاری های رسمی مثل رویترز و اسوسییتد پرس مهم هست که آماری که به دست دبیران خبر میرسه از کجا تهیه شده. یعنی اینطور نیستش که فقط به استناد 1 یا 2 تلفن یک خبرنگار بخوان در مورد پوشش یک چنین اخبار مهمی اظهار نظر بکنن. از منابع مختلف این منابع تایید میشه و به تایید سردبیران میرسه و ذکر نام منابع برای دبیران خبر ضروری است که هویت اونها محرز باشه. غیر از اون غیر ممکنه که بخوان این خبرها رو منتشر بکنن. و اونطور هم که شما در اخبارتون منتشر کردین، از 3 منبع از وزارت کشور نام بردن و از منابعی که در قصالخانه ها بودن، در بیمارستان ها، مراکز پزشکی قانونی و بازداشتگاه، و به نظر میسته که این آمار با اون آماری که وزارت خارجه آمریکا پیش از اون آقای برایان هوک مطرح کرده بودن و تعداد کشته ها رو بالای 1000 نفر شمرده بودن نزدیک باید باشه. و نوع خشونت، قطع اینترنت و سرکوب وسیعی که گزارش شد، ویدیوهایی که از طرف مردم رسید، واقعا حتی متاسفانه شاید بتونیم بگیم که آمار از این هم بالا
بالاتر بوده. تهدید خانواده ها باعث شده که بسیاری از اونها خاموش باشن و اون چند نفری هم که با مطبوعات صحبت میکنن خانواده های بسیار شجاعی بودن و ما نمیدونیم که خانواده های دیگه در چه شرایطی هستن. قتل عام در ماهشهر هنوز ابعاد وسیعی داشته که حتی تعداد کشته ها و نوع خشونتی که به کار رفته تا اندازه‌ای برای رسانه ها روشن نشده. آقای نامور حقیقی، امیدوارم صدای من رو بشنوید. از شما هم همین سوال رو پرسیدیم که این آمار و ارقام و این روایتی که خبرگزاری رویترز ارائه کرده چقدر قابل استناده؟ با سلام خدمت شما خانم انتخاب فر بینندگان محترم، اول من تسلیت میگم خدمت خانواده جان باختگان و کسانی به هر حال که در این حادثه عزیزانشون از دست دادن. نکته دوم این که چون ما رسانه رسمی و مستقلی نداریم در ایران و دائما مقامات حکومتی دارن تکذیب میکنن، هر آماری میتونه هم راست باشه هم دروغ باشه تا موقعی که آمار رسمی منتشر نشه و مستند، بنابراین همه آمارا رو وضعیت دارن. اما در مورد متدولوژی بحث خبرنگار رویتر چند تا مسئله است. اولا اینکه خود خبرنگار رویتر حاضر نشده بیاد در مورد متد تایید و صحت و سقم این خبر حرف بزنه، خود این اولین مسئله است که دچار مشکله. ببینید سازمان عفو بین الملل اومدن متدشون هم توضیح دادن و خب تا حالا سازمانی است که معتبر هست و آمارش قریب به یقینه، هرچند که اونا معتقدند آمار کشتگان بیش از این بودی که هست، ولی متدشون رو توضیح دادن. نکته دوم در مورد این موضوعات خبری چند تا مسئله مطرح است. نکته اول کاراکتر خبرنگاره. خبری که خبرنگار نداره، خبری با این اهمیت اسم خبرنگار نداره. اسم خبرنگار بسیار کلیدی است، به خصوص در موضوعاتی که این چنین شما میخواید در افکار اون مطرح کنید. باید ببینیم آقا این خبرنگار قبلا خبرهای منتشر کرده در مورد ایران معتبر بوده یا نبوده، آیا این خبرنگار در نگاه به مسائل چگونه نگاه میکنه. بنابراین هویت خبرنگار و رابطهش با سابقه متنی که مطرح کرده چند تا موضوع کلیدی. نکته دوم در مورد دلایل لیک این خبره. ببینید چون خبرگزاری رویتر در ایران خبرنگار نداره، بنابراین این ارتباط یا کسی از ایران اومده بیرون با این خبرنگار ارتباط برقرار کرده یا تماس تلفنی بوده. بنابراین اون کسی که در حلقه بیت رهبری بوده و با این افراد رابطه برقرار کرده چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکیش اینه که اون آدم برای پول جاسوسی میکنه، یعنی لیک خبر میده بابت خبرش پول میگیره. دو اینکه ممکنه این خبرنگار زن باشه یا مرد باشه، یه رابطه عشقی، رابطه خاصی بین خبرنگار و منبع خبر باشه. اینم دومین لیک خبر در همه جای دنیا هست. نکته سوم اینکه اون آدم وجدان خیلی معذبی داشته و احساس مسئولیت کرده که این خبر کشتار رو یا تکبر رو بعدش اجازه من تموم کنم همین دو تا دیگه است. یکیش اینی که اون کسی که این خبر رو داده در حقیقت احساس کردن این آدم با کسی ربط داره، کانکشن داره، سعی کردن خبرهای سوخته یا خبر اشتباه رو بهش بدن که تو خبر قتل‌های زنجیره‌ای در ایران این اتفاقات خیلی زیاد می‌افتاد و این خبرنگاری رو یعنی بزنش توی ترپ خبری که بعداً معلومش خبرش درست نیست. بعد نکته آخرش هم که ممکنه ایجاد باشه دعواهایش که تو بلوک قدرت ایجاد میشه. تو بلوک قدرت که دعوا ایجاد بشه اخباری منتشر میکنن یک جناح علیه جناح دیگه، اینم مستند. مثل اخباری که فرض کنید CIA علیه پنتاگون لو داد در مورد شکنجه در زندان ابوغریب. دعوایی بود بین CIA و پنتاگون، عکس درون زندان پنتاگون تو عراق رو CIA اکسس داد منتشر کرد. اینا پیش میاد در لازم لیک خبر. بنابراین با این 6 تا دلیل درسته، باید ببینیم الان خبرگزاری رویتر بر چه مبنای عدد رو اعلام کرده. خب اینا قابل پیگیری هست به نظر شما؟ مثلا مواردی که شما اشاره میکنید قابل تحقیق هست؟ ضمن اینکه خب گاهی وقتا وقتی اسم خبرنگار نیست، اعتبار اون رسانه هست، موضع اون رسانه مطرح میشه. خود خبرگزاری رویترز اینجا مایه میگذره. ببین خبرنگار رویتر خبرهای اینجوری زیاد داشته، مثلا همون در مورد آخرین خبرش که در ایران بود، در یک آموزشگاه خانوما میرفتن کاراته میدیدن، آموزش نینجا میدیدن، گفتن آقا اینا دارن صدور انقلاب میکنن، اینا تروریستن، بعدن خودشون معذرت خواهی کردن به خاطر اون خبر. موارد دیگه هم بوده، حالا وقت نیست بگم، من جزئیاتش رو میتونم برای شما بگم که این فضا ساخته میشه. ببینید شما در فضای جنگ سرد که ایجاد میشه همیشه وجود این که خبرگزاری ها یا خبرنگارانی ترپ خبری بشن و خبر اشتباه بدن
بوده، نه در این بیفتن. در آمریکا هم موارد زیادی هست که بوده، در انگلستان هم بوده که شما میدونید وجود داشته. وقتش نیست اینجا بحث کنم، اما یه نکته هست. شواهدی برای این کسی که این منتشر کرده میگه من به حلقه نزدیک آقای خامنه‌ای وصلم، درسته؟ بنابراین اینا رو یا متنی دیده، چون ممکنه آمار کشته شدگان به تفکیک استانی وجود داره، بنابراین میتونه بگه مثلا در استان، شواهدش اینه که مثلا یا اسامی منتشر کنه یا تعداد استان ها، مثلا بگه در استان فلان 200 تا 400 تا، اینا شواهدی است که میتونه مشخص کنه. ولی من حالا شما از شما سوال میکنم، اگر خبرگزاری رویتر، خبرگزاری رویتر که کتاب وحی نیست، به شما گفت تو 3000 تا کشته شده یا 4000 تا، شما چه دلیلی داشتید برای رد یا قبولش؟ بنابراین باید یه متدولوژی ما داشته باشیم برای رد یا قبول خبر، این خبر. همین که خبرنگار حاضر نیست یا توضیح بده خبرش رو، یعنی که به هر حال کارش مشکل. خانم انتخاب فرد، شما چی فکر میکنید؟ این سوالی که آقای نامور مطرح کردند رو شما چطور جواب میدید؟ امیدوارم من به همون اندازه فرصت داشته باشم که توضیح بدم. اول از همه اینکه آقای نامبر حقیقی خبرنگار نبودن، تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون کارشناس محترمی هستن. هم من خبرنگار بودم، هم خبرگزاری های معتبر بین‌المللی کار کردم. ایشون احتمالاً قسمت اول برنامه رو صداشو نشنیدن که یک خبرنگاری که در خبرگزاری معتبر کار میکنه نمیتونه فقط به خودی خود بتونه در مورد یک خبری رو بنویسه به این بزرگی، به این صراحت و اعتبار روزنامه و اون تحلیلگر رو زیر سوال ببره. خبرگزاری رویترز خبری رو که منتشر کرده اسم خبرنگار نداره، برای اینکه اینجور کارا کار یه تیم تحقیقاتی هست، نه یک نفر. معمولا در رسانه‌های بزرگ چند نفر روی یک خبر کار میکنن. منابع اون خبر، حالا ایشون فرمودن رشوه داده یا دزدی یا رابطه خاص، هر چیزی که هست، منابع برای دبیران خبر باید مشخص و محرز باشه، صدای منابع باید ضبط شده باشه، یا مکاتباتی که از طریق ایمیل یا وسایل دیگه انجام گرفته بین خبرنگار و شخصی که منبع بوده باید ضبط و ثبت شده باشه. به این دلیل که اگر روزی یه اتفاقی افتاد و اون خبر مشخص شد که جعلی بوده، دبیران خبر بتونن بیان و با مستندات به دادگاه مراجعه بکنن و اونها رو به هیئت قاضی نشون بدن. آقای نامدار اشاره کردن به خبر مربوط به قطعه‌های زنجیره‌ای. در زمان قطعه‌های زنجیره‌ای من در روزنامه زن کار می‌کردم و این خبر رو روزنامه زن اولین روزنامه‌ای بود که منتشر کرد و خبر رو خود من در اختیار خانم هاشمی گذاشته بودم. خانم هاشمی تا 2 صبح با منابع مختلف در وزارت کشور و منابع دیگه در وزارت اطلاعات مشغول گفتگو بودند. ما رو تهدید کرده بودن که خبر منتشر نکنیم و خانم هاشمی 2 صبح تصمیم گرفتن که خبر مربوط به وجود فهرستی از نام‌های وزارت اطلاعات ممکنه جانشون در خطر باشه یا به وزارت اطلاعات احضار بشن و منتشر بکنن. حتما دوستان خاطرشون هست که بعد از اون هم چه مشکلاتی برای روزنامه زن پیش اومد. خود من شخصا احضار شدم به روزنامه با وجود اینکه اسم من روی خبر نبود، اما در هر صورت از تحریریه این خبر بیرون رفته بود که این خبر رو من کار کرده بودم. برای خبرنگاران کار کردن روی چنین خبرهای مهمی خیلی دشوار هست و قطعا داشتن نام اونها روی خبر باعث تهدید اونها میشه، ممکنه که بخوان کار خودشون رو از دست بدن. در مورد خبر مربوط به نینجا، زنان نینجا در جمهوری اسلامی که رویترز به همون دلیل تعطیل شد، من میدونم و در جریان هستم که این از طرف خبرگزاری منتشر نشده بود. بخش ویدیو و گزارش تصویری رویترز این خبر رو کار کرده بود و در زمانی که خانم حافظی در مرخصی بودن که ایشون رئیس دفتر رویترز در تهران بودن، که بعد از اون هم همونطور که میدونیم خب البته رویترز هم تکذیب کرد که خبر صحت داشته که جمهوری اسلامی در پی تمرین دادن خانمای بامان اینجا بوده. اما بازم دلم میخواد این رو بگم که 1 نفر، 10 نفر یا 100 نفر جرأت و جسارت کار کردن به روی تعداد کشته شدگان در وقایع اخیر موضوعی هستش که همه رسانه‌ها باید از اون تقدیر بکنن، به دنبال یافتن نام قربانیان باشن و بتونن تو با خانواده‌های اون رو برقرار بکنن، که علارغم اینکه جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی رو اعلام نکرده، خبرنگارا بتونن رسالت خودشون رو به نحو احسن انجام بدن. آقای نامور حقیقی، علارغم مواردی که شما اشاره کردید، نمیشه به سادگی از کنار این گزارش گذشت. آنچه که از طرف حاکمیت دیده میشه، آیا یک ناکامی تبلیغاتی و رسانه‌ای نیست دست کم که این فضا رو فراهم کرده؟
من یه توضیح بدم در مورد قتل‌های زنجیره‌ای. من مقصودم این بود که در پروسه قتل‌های زنجیره‌ای وقتی که اخبار شروع شد منتشر کردن و اون جناح امنیتی که دید نمیتونه کار انجام بده شروع کرد به اخبار در حقیقت میس اینفورمیشنی که منتشر میکردن که موضوع رو لوس کنن. من مقصودم این بود، نه اصل خبر. یه نکته، حالا مواردش جزئیاتش هست، حتی با آقای گنجی خبرهای اشتباهی میدادن که ایشون منتشر میکرد و بعدا معلوم شد اشتباه بود. این یه نکته. نکته دوم این که این تعداد، سوالتون این بود که چرا حاکمیت در ارتباط با این تعداد، ببینید دلایل خیلی زیادی هست که حاکمیت هم ابا داره در انتشار این اخبار و به هر حال تا حالا این کار رو انجام نداده، در حالی که در دهه 96 صدا و سیما زودتر از مخالفین اخبار کشته شدگان رو مطرح میکرد. یکیش دلیلش این هست که ابعاد این تظاهرات خب گسترده تر از قبل بوده. دوم این که تظاهرات در خیابان همیشه یک عنصر مشروعیت بخش یا مشروعیت زاست، مشروعیت زداست. الان داره خیابون علیه جمهوری اسلامی عمل میکنه و جمهوری اسلامی به مسئله مشروعیت و آلترناتیو به عنوان دو تا عنصری که میتونه پایه‌هاشو به لرزونه توجه میکنه. بنابراین اگر خیابان و کشته شدگان در خیابان که میتونه پایه‌های مشروعیت رو به لرزونه بخون نشون بدن که خیلی زیاد بوده، طبیعتاً میتونه در شکل‌گیری آلترناتیو و تقویت آلترناتیو هم کمک کنه. این نکته اول. نکته دوم به نظر من اون هست که گسستای درون بلوک قدرت افزایش پیدا کرده و در چنین وضعیتی افزایش گسست میان درون بلوک قدرت و جامعه، تعداد کشته شدگان و حوادثی از این قبیل سیستم رو با بحران‌های بیشتر مواجه میکنه. سیستم در حال چانه زنی با نظام بین المللی، این بازم مسئله رو مشکل‌زا میکنه. اما یه نکته که انتخاب فکر کردن در مورد سیستم سردبیری و اینا، اینجوری نیست خانم. من یه مثال بزنم به شما. آقای اسکات مکلود با آقای باری روزن قرار بود در پاریس با هم گفتگو کنه. خبرنگاری که این مصاحبه رو انجام داد تعهد داد که متن رو قبل از چاپ نشون بده. در مصاحبه بود که قبلا بعدش آقای باری روزن و آقای عبدی قرار بود در پاریس گروگان و گروگین با هم مناظره کنن. آقای عبدی با مجله تایم که مصاحبه کرد گفت که ما آماده ایم که روابط بهتری با آمریکا داشته باشیم، اما به اعتماد سازی کنیم به شرط اینکه آمریکا هم اون رفتار گذشتهش رو ترک کنه. خبر قبل از چاپ که می‌خواست منتشر بشه، این اما رو ادیتوریال تایم برداشته بود. آقای اسکات مکلود اومد گفت این خبره. بهش گفتن که آقا این متنش رو شما اینجا برداشتید، چطوری شده؟ خلاصه متن تعهدنامه رو فرستاد نیویورک که مجبور شدن اون آنگار رو اضافه کنن. خب. اینجوری نیست که این آقای حقیقی شما مواردی رو مطرح میکنید و در مورد افرادی حرف میزنید که اینا اینجا نیستن. حالا ممکنه که تلقی اونها طور دیگری باشه. مثلا در مورد آقای گنجی هم گفتید که اخبار دروغ بهش داده میشده، نادرست، و ایشون هم منتشر میکردن. حالا باید ببینیم که نگاه ایشون، نظر ایشون چیه. در هر صورت این موردی که شما میفرمید، خب خانم انتخاب فرد، آقای نامور حقیقی میگن که اتفاق افتاده، بی‌دقتی صورت گرفته، یا در مواردی هم تعمد در کار بوده، یا یک اراده سیاسی پشتش بوده. منظورتون کشتار مردم هست، درسته؟ منظورم در انتشار اخبار کشتار مردم هست. برداشت من از حرفای آقای نامور حقیقی این است که گویا ممکنه گاهی وقتا نگاه‌های سیاسی یا حالا نوع خاصی از نگاه باعث شده باشه که چنین اخباری به این شکل منتشر شده. جناب موسوی، اگر منبع خبرنگار منبعش رو قبلا منتشر کرده باشه، یک خبرنگاری مثلا از منبع ایران چندین بار خبر منتشر کرده، مثل تو آمریکا مثلا کسی به کاخ سفید دسترسی داره، اون موقع شما میتونید تایید کنید بله این خبر احتمال درست بودنش خیلی زیاده. خیلی خوب، نکته شما رو شنیدم آقای نامور حقیقی. اجازه بدید خانم انتخاب فرد پاسخ بدن چون با شما هم نظر نیستن. بله، من اصلا دیگه موندم کدوم سوال جواب بدم. آقای مستوی سوال جواب بدم. آقای نامور حقیقی میگفتن مثال زدن در مورد حرفای آقای عبدی که گویا
به عمد تغییر پیدا کرد. ایشون نظرشون اینه که ممکنه چنین چیزهایی در همین گزارش هم رخ داده باشه. نه ببینید، عرض کردم در مورد مسائلی که احتیاج به تحقیقات روزنامه نگاری داره تا یک خبری که شما جدی سیاسی داری، دو موضوع مختلف ما راجبش داریم بحث میکنیم. این در مورد یک تحقیق میدانی یک روزنامه نگاری هستش که بر اساس مستندات باید انجام بگیره. اما یه وقتی شما یک پیشینه سیاسی به خصوص دارید، اما اگر متن خبر رو تغییر میده، اون نگاه سردبیریه. ما داریم در مورد آمار کشته شدگان مردمی صحبت میکنیم که در یک هفته که اینترنت در کشور قطع شد مردم قتل عام شدن. ما داریم در مورد وضعیت اضطراری در کشور صحبت میکنیم که بر اساس اون چیزی که در این گزارش اومده و اون چند هفته‌ای که مطبوعات اون رو پوشش دارن، نظام احساس کرد که ممکنه که با یک انقلاب روبرو بشه. به همین دلیل هست که هنوز دو حکومت جمهوری اسلامی هیچ آماری رو نه از بازداشت شده ها، نه از کشته شده ها، نه از مجروحان در اختیار نه رسانه های داخلی قرار داده، نه وزارت کشور اونا رو به صراحت اعلام کرده. خب اگر که یک مشکلی وجود نداشته باشه، چرا به صراحت نمیان به مردم توضیح بدن که چند نفر کشته شدن، چقدر از اینها کودکان بودن، نوجوان بودن؟ بنابراین یه مشکلی وجود داره که باعث شده که رسانه‌های بین‌المللی واقعا بخوان تحقیقات مستقل انجام بدن. بله حتما این آماری نخواهد بود که 100% قابل استناد باشه، اما به نظر من به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک کسی که در صورت اینجا ما یه رسانه‌ای داریم که همکارامون هم تحقیقات میدانی انجام میدن، تا از چند منبع مستقل دبیران خبر در مورد یک گزارش تحقیقی اطمینان حاصل نکنن، اون رو چاپ نمی‌کنن. و مسئله بعدی هست، یه توضیح کوچیکی بدم. واقعا تا یعنی در وضعیت فعلی همه داریم میبینیم که نظام در یک سو قرار گرفته و مردم در یک سوی دیگه هستن. در این شرایط چه توقعی داره؟ در شرایطی که خبرنگاران رسانه‌ها داخل کشور نمیتونن فعالیت بکنن، خب استنادات باید اینطور باشه که منابعی از داخل کشور با خبرنگاران بیرون از کشور همکاری بکنن. در غیر این صورت اطلاعاتی بیرون نمیاد. آقای نامور حقی، خیلی کوتاه خیلی کوتاه، شما هم اگه بفرمایید نظرتون رو در حد 30 ثانیه ممنون میشه. ببینید، با توجه به این مواجهه خشونتبار و غیر ضروری که به طور استراتژیک هم ایران رو به خطر انداخت، منافع ملی ایران، امنیت ایران و توسعه ایران رو، و با توجه به وجود رسانه‌های جمعی و دیجیتال، قطعا اسامی کشته شدگان و کسان مجروحین مخفی نخواهد موند و منتشر خواهد شد. اون مهمترین عاملی است که صحت و سقم مسئله روشن میکنه. ولی در حال حاضر میشه گفت تنها متدولوژی که قابل تکیه است، میشه گفت عفوین الملل در میان سازمان ها به طور جدی داره رعایت میکنه روش راستی آزمایی در مورد افراد رو، و من فکر میکنم که حکومت هم در نهایت مجبور میشه که انتشار بده. ولی ابعاد دستگیر شدگان خیلی بسیار زیاده که ممنونم آقای نامور حقیقی. خانم انتخابی فرد، شما هم 30 ثانیه وقت دارید بحث رو جمع بکنیم. من میخوام بفهمم که مگه عفو بین الملل چه منابعی رو در دسترس میتونه داشته باشه که خبرگزاری های مستقل ندارن؟ و مسئله دوم، ایشون فرمودن که کشدار اخیر امنیت ایران خطر انداخته. خب آخه امنیت مردم، شهروندان عادی بی سلاح و بی دفاع به خطر افتاده بوده. این امنیت کشور کجا به مخاطره افتاده بود؟ ممنونم. این بحث دامنه گسترده داره، به نظر میاد که با یک برنامه هم نمیشه سر و تهش رو هم آورد. ممنونم از هر دو مهمان برنامه، کاملیا انتخابی فرد، سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی از نیویورک با ما، و همینطور علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا. دادستان کل عربستان سعودی اعلام کرده است که 5 نفر به جرم دست داشتن در قتل جمال خاشقجی به اعدام محکوم شده. جمال خاشقجی از روزنامه نگاران منتقد دربار سعودی بود که پارسال در کنسولگری آن کشور در استانبول کشته شد. قتل این روزنامه نگار واکنش های جهانی برانگیخت و پادشاهی سعودی را در معرض انتقادهای گزنده قرار داد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. از روزی که جمال خاشقچی وارد ساختمان کنسولگری عربستان شد، نزدیک به 15 ماه گذشته. او هرگز این ساختمان را ترک نکرد. حالا دفتر دادستانی کل عربستان میگوید که بررسی پرونده قتل این روزنامه‌نگار به نتیجه رسیده و 5 تن از متهمین به اعدام محکوم شدند.
همچنین 3 نفر دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. در مجموع 11 نفر در عربستان به اتهام این قتل محاکمه شدند، اما اسامی این افراد یا جزئیات احکام منتشر نشد و دادستانی عربستان به انتشار اطلاعات درباره این پرونده خبرساز اکتفا کرد. اما یکی از حواشی مهم محکم امروز خبری درباره این مرد بود. سعود القحطانی، چهره ای امنیتی که زمانی دست راست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان محسوب می شد و در این پرونده بازداشت شده بود. به گفته دادستانی، شواهدی که نشان دهد او در قتل دست داشته پیدا نشد و او آزاد شد. سعود القحطانی از جمله 17 نفری بود که به ظن دست داشتن در قتل خاشقچی از سوی آمریکا تحریم شد. نفر دومی هم که آزاد شد این مرد بود، محمد العتیبی، کنسول عربستان در استانبول، که در فاصله کوتاهی بعد از ناپدید شدن خاشقچی درهای سفارت را به روی خبرنگارها باز کرد و در نمایشی تبلیغاتی تلاش کرد بگوید که از خاشقچی در کنسولگری خبری نیست. احکام اعدام و زندان و همین اطلاعات محدود در روز دوشنبه با انتقادهایی همراه شد. یکی از مهمترین منتقدها اگنس کالامارد بود، گزارشگر ویژه سازمان ملل. احکام امروز هر چیزی بود جز عدالت. چه بسا زیر پا گذاشتن عدالت بود و سیلی که به صورت جمال خاشقچی خانواده‌اش و نامزدش زده شد. تنها کسانی در این دادگاه محکوم شدن که من آنها را آدمکش‌های رد پایین می‌خوانم. مسئولیت هیچ یک از مقام‌های رد بالا به ویژه سود القحطانی و بالاتر از او بررسی نشد. روزنامه واشنگتن پست که کارفرمای آقای خاشقچی بود نیز از این احکام راضی به نظر نمی‌آید. این روزنامه در واکنش به این احکام بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به فقدان شفافیت و خودداری مقام‌های عربستانی برای همکاری با تحقیقات مستقل اشاره شده و دادگاه قتل خاشقچی نیز یک دادگاه نمایشی خوانده شده است. در این بیانیه آمده که مسئولین اصلی این قتل از مجازات مصون ماندند. قتل جمال خاشقچی بیش از هر کس اما با نام محمد بن سلمان گره خورد. شاهزاده خبرساز جوان و ولیعهدی که در ماه‌های منتهی به قتل خاشقچی روز به روز بر نفوذ و قدرتش در دستگاه رهبری عربستان افزوده می‌شد، اما این قتل نام او را بر سر زبان‌ها انداخت. از همان نخستین روزها گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره اینکه او از این قتل خبر داشته منتشر شد و در نهایت سازمان CIA هم اعلام کرد که باور دارد محمد بن سلمان دست کم از نقشه قتل خبر داشته. گزارش هایی که همگی با تکذیب عربستان همراه شدند. همچنین در تابستان امسال اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعلام کرد که بر اساس تحقیقاتش قتل خاشقچی یک اعدام فراقانونی بوده و خواستار تحقیق از شخص محمد بن سلمان در ارتباط با این قتل شد. ریاض هرگز این درخواست سازمان ملل را نپذیرفت. کیوان حسینی، BBC. علی صدزاده، تحلیلگر جهان عرب از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای صدزاده، در گزارش هم اشاره شد به نظر نمیاد که حکم اعدام این 5 نفر خیلی از طرفهای این پرونده افکار عمومی رو راضی کرده باشه. چرا؟ برای اینکه اصلا مخالف اون چیزیست که دادستان خود عربستان سعودی در نوامبر گذشته موقعی که ادعانامه صادر شد هست. در نوامبر گذشته دادستان عربستان سعودی آمد گفتش که آقای سعود القحطانی مشاور عالی محمد بن سلمان تقسیم کار کرده بوده بین این عده گروهی که رفتن در استانبول و قرار و این آقای خاشقچی رو کشتن و آقای احمد اسیری معاون وزارت اطلاعات عربستان سعودی هم کسی بوده که قرار بوده در بین این گروه آقای خاشقچی رو با اصرار یا به زور از استانبول وارد عربستان سعودی بکنه، ولی از اونجایی که برنامهش موفق نمیشه اونجا رئیس به اصطلاح مسئول اصلی این کمانده 21 نفره تصمیم میگیرن آقای خاشقچی رو اونجا رو بکشن. این حرف دادستان عربستان سعودی در نوامبر گذشته است. الان همون دادستانی، نه اون شخص، بلکه که آقای شعلان یک نماینده دادستان دیگری امروز اعلام کرده نخیر، آقای سعد قحطانی اصلا به اصطلاح مسئولیتی نداره و آقای اسیری معاون وزارت اطلاعات هم اصلا مسئولیتی نداره، این دوتا را آزاد کرده و کنسول عربستان سعودی هم که در اون زمان در استانبول بوده ایشون را هم آزاد کرده
با اینکه در ادعانامه قبلی علیه ایشون هم ادعانامه برقرار شد. بنابراین اون چیزی رو که امروز انجام دادن در حقیقت مخالف چیزی است که دادستان خودشون در نوامبر گذشته گفته. این یکی. دوم اینکه من فکر نمی کنم با این کاری که امروز عربستان سعودی به اصطلاح ارائه کرد بتونه یک وجهه‌ای برای آقای محمد بن سلمان یا دستگاه قضایی عربستان تهیه بکنه بخره. برعکس همه فهمیدن که دستگاه قضایی عربستان سعودی یک دستگاه سیاسی است و قضایی نیست. خب یک سال از این ماجرا گذشته، اوائل خیلی سر و صدا میشد دربارش، حالا کمتر شده. ممکنه که با مرور زمان ابعاد این موضوع بخوابه و محمد بن سلمان در حقیقت وادار بکنه افکار عمومی رو که اون رو فراموش بکنند یا کمتر جدی بگیرند. گذشت روزگار به فراموشی خواهد سپرد، چون به هر حال مسائل دیگری اتفاق میفته که اهمیتش بیشتر از اینه. احتمالاً در خود عربستان سعودی اتفاقاتی میفته، در آمریکای اتفاقاتی میفته و خود این مسئله تبدیل به این مسئله ثانویه میشه. ولی برای امروز تا همین لحظه‌ای که ما هستیم، برگزاری این دادگاه به این شکل و این ادعانامه فعلا تا یه مدت معینی، حالا این مدت معین چقدر خواهد برای آینده نزدیک، کمکی به عربستان سعودی نخواهد کرد. ولی درسته، خیلی چیزها در تاریخ به فراموش سپرده شده، این هم به فراموشی سپرده میشه. ولی برای کسی که بعدها تحقیق خواهند کرد، حتی در نحوه کار کردن دستگاه قضایی عربستان سعودی، یک نمونه میشه که چگونه دستگاه قضایی عربستان سعودی در حقیقت به دستور سیاسی این کارها رو انجام داده. شما در گزارشاتون هم گفتید، هم دولت انگلستان، بریتانیا، هم روزنامه واشنگتن پست، هم روزنامه گاردین، هم تقریبا خبرنگاران بدون مرز و حتی خانم کالیمار که گزارشگر ویژه سازمان ملل بوده راجع به این مسئله، همه اظهار نظر کردن و همه گفتن یک مسخره بوده، این تمسخر هست، تمسخر قضایی است این کاری که عربستان سعودی امروز کرد. سپاسگزارم از علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب از فرانکفورت آلمان با ما. دو سال بعد از شکست داعش در عراق، نشانهایی از تجدید قوای این گروه دیده می شود. مقام های کرد و دستگاه های اطلاعاتی غربی به بی بی سی گفتند که فعالیت این گروه در عراق پیچیده تر شده و حمله هایش هم در حال افزایش است. اورلا گورن از شمال عراق گزارش می دهد. از بالای تپه در شمال عراق، این چشماندازی است از منطقه ای که پیشتر در دست داعش بود. پیشمرک های کرد که در بیرون راندن پیکارجویان از اینجا نقش بزرگی داشتند، حالا میگویند داعش دوباره در حال نیرو گرفتن است. در منطقه مورد مناقشه بین کردها و نیروهای دولتی عراق. داعش الان روی این منطقه پیش روی ما تسلط داره؟ بله، مخصوصا در دلتای بین رودهای زاب و دجله دارن اینجا دائمی میشن. نگرانید؟ بله معلومه که نگرانیم، برای اینکه اونا خطر بزرگی هستن و هر روزی که میگذره میتونیم حرکات و فعالیتاشون رو ببینیم. دارن خودشون رو دوباره سازماندهی میکنن. داعش همین کار را در هویجه کرده، آخرین مقرشان در عراق که حدود یک ساعت از اینجا فاصله دارد. پرچم عراق اینجا افراشته است، اما پیکارجویان در پی کشتن مقام‌های محلی‌اند. از جمله پدر این بچه ها. او مختار یا همان کدخدای ده بود که رفت و آمدها را به پلیس اطلاع میداد. کوچکترین فرزندش مرتب میپرسد پدر کی به خانه برمیگردد. غمی افسون برای مادری که دو ماه پیش پسرش را از دست داد. زکریا طه صالح که به ضرب گلوله کشته شد. میگوید از تحمل این رنج ناتوان است. میگوید همه جان و جهانم تو بودی. نانآور خانه و سایه سر مادر و بچه ها. شب که می شود داعشی ها بیرون می آیند تا مثل قبل به جان مردم ترس بیندازند. در این ویدیوی تبلیغاتی یک کدخدا را به سوی مرگ هدایت می کنند.
فقط در هویج 9 نفر کشته شدند. در این منطقه عاری از امنیت، نظامیان ما را همراهی می کنند. یک روز قبل از آمدنمان داعش برق منطقه را قطع کرد. نیروهای عراقی با دشمنی مواجهند که در همین نزدیکی هاست، اما پیدا کردنش آسان نیست. داعش دیگه نمیتونه ادعا کنه که اینجا قلمروی داره، اما هنوز قادر به انجام دادن حمله های مرگباره و هنوز هم میتونه بین مردم محلی ترس و وحشت ایجاد کنه. خیلی از مردم اینجا جرأت حرف زدن ندارن. رفتن از جایی به جای دیگه تنها در روشنایی روز ممکنه، نه در شب. شبه نظامیان در هویجه در حالت آماده باشند. یکی از ایستگاه‌های بازرسی در اینجا چند هفته پیش هدف داعش قرار گرفت. حسین حمزه زنده ماند، اما شاهد مرگ دو نفر از دوستانش بود. خیلی سخته. پیش روانکاو میرم. نمیتونم شبا بخوابم. خیلی به هم نزدیک بودیم. همه جا با هم میرفتیم. مثل برادران بوده. از زمان سقوط خلافتش داعش به غارها و تونل‌های زیر کوه‌ها پناه برده. اما عراق پیشتر هم شاهد سربرآوردن خطر از چنین جاهایی بوده. حالا نگرانی از ظهور تهدیدی جدید برای منطقه و غرب در حال افزایش است. اورلگرن بی بی سی نیوز نوردن عراق. مکس آبرامز استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه نورس ایسترن از بوستون آمریکا با ماست. آقای آبرامز کتابی هم نوشتن با نام قواعد شورشیان، روش پیروزی در تاریخ پیکارجویی. هنوز داعش هست آقای آبرامز، در گزارش بهش اشاره شد، ولی سطح تهدیدی که از ناحیه داعش متوجه منطقه بود چقدره؟ بستگی داره که معیار مقایسه ما چی باشه. روشنه که وضعیت خیلی بهتر از اون زمان اوج قدرت خلافت در حوالی از سال 2013 تا 2015-2016 بود، ولی خب از طرف دیگر میدونیم مثلا پرزیدنت ترامپ گفتش که داعش مرده و همه این جمله رو به یاد دارن، اما واقعیت شاید یک جایی بین این دو حده، یعنی اونقدر وضع بد نیست ولی به هر حال جای نگرانی هست. چیزی که جامعه بین‌المللی رو نگران میکنه یا شاید مایه نگرانی باشه اینه که جامعه جهانی از زمان سقوط خلافت چشمش رو از روی داعش برداشته، اما بسیاری از شاهدان میدانی میگن که شاید این زود باشه برای چنین روی کردی. خیلی از مسئولان کرد یا مقام های دیگر نظامی و سیاسی مخصوصا در عراق، در بخش های شمال شرقی عراق، اینها میگن که در این مناطق کوهستانی به عنوان مثال شاهد چیزی هستیم که شاید بشه تعبیر کرد به یک داعش 2.0، یک نسخه جدیدی از داعش که شاید لزوماً صاحب قلم رو نباشه، اما شاید بخواد مقام های محلی رو فاسد کنه، مقام با اونها رو بکشه، یا یک جور فعالیتی داشته باشه که خشونت رو بیشتر کنه که میتونه نگران کننده باشه، برای اینکه ممکنه به عنوان یک بازی انتظار تلقی بشه، یعنی اینکه صبر کنن تا اینکه ببینن که این جامعه جهانی که کم کم توجهش رو از اونا کم کنه، در حین این وضعیت سعی کنن که خودشون رو دوباره سازماندهی کنن به شکل یک سازمان جدیدتر. آقای ترامپ به روشنی گفته که داعش اگر تهدیدی هم باشه، تهدیدی متوجه اروپا است نه متوجه آمریکا. این هشدارهایی که داده میشه از طرف کدوم طرف باید جدی گرفته بشه؟ دولت اسلامی یک گروه خیلی غیر متداول هست. یکی از ویژگی‌هایی که اون رو خیلی غیر متعارف میکنه اینه که اعضای اون از کشورهای بسیار بسیار متعددی میان. بیش از 110 کشور مختلف فراهم کننده، عرضه کننده اون چیزی بودن که بهشون فارن فایتر یا جنگجوهای خارجی میگن برای داعش. بنابراین ترکیب جمعیتی اینها خیلی متنوع هست و این نشون دهنده اینه که
چطور این یک گروه بین المللی است از نظر عضوگیری خودش و برخلاف خیلی از گروه های تروریستی جهان که شاهدش هستیم، دولت اسلامی واقعا بین المللی است و رهبری اون علاقمند هست که در هر کشور ممکنی در جهان حملات انجام بده و نیروهای رو به خدمت بگیره. بنابراین به اعتقاد من این اشتباهی که ما بگیم که این فقط تهدیدی است برای اروپا یا فقط یک مشکل منطقه‌ایه. بیاد داشته باشید که در سال 2013-2014 بسیاری از تحلیلگران در واشنگتن بر این عقیده بودند که این ظهور دوباره دولت اسلامی داعش یک تهدید محلی و گذراست، یک گروهی است که یک خلافت رو میخواد تشکیل بده. اما از همون دوران من داشتم میگفتم که به ترکیب این گروه نگاه کنید، اینها از همه کشورهای مختلف نیرو میگیرن و اینها از جمله تهدیدی هستن برای ایالات متحده و با گذر سالها شاهد بودیم که فعالیت های اونها و اهداف اونها واقعا جهانی بود. بنابراین هیچ کشوری مسئول نیست از تهدید این گروه و همه جهان باید دست به دست هم بدن تا اون رو ریشه‌کن کنن. ممنونم از مکس آبرامز، استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه نورس ایسترن از بوستون آمریکا با ما. جهان سال 2019 رو در حالی به پایان میبره که رئیس جمهوری بزرگترین اقتصاد دنیا استیضاح شده، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قطعی شده و عدم قطعیت در استراتژی بازیگران بزرگ اقتصادی اثر قابل توجهی گذاشته. این شرایط چه چشم‌اندازی برای سال آینده میلادی به وجود آورده؟ شیدا هوشمندی در گزارشش به بررسی این موضوع میپردازه. سالی که گذشت سال نگرانی در بازارها بود. دارندگان سرمایه در حالی با آینده چشم دوختند که جنگ تجاری ابر اقتصادها و تنش‌های سیاسی در سال آینده هم ادامه خواهند داشت. سرعت تحولات همه را متعجب کرده. اقتصاد جهان در پایان یک دهه در جایگاهی متفاوت با ابتدای آن ایستاده. برای اقتصاد در سال 2020 چشم‌اندازی پر التهاب میتوان ترسیم کرد. اروپا رشدش کند شده. آلمان هم در یک قدمی رکوده. چین و هند هم در سال 2019 رشدشون افت کرده. و از همه مهمتر آمریکاست که مشخص نیست آیا میتونه رشد اقتصادی خودش رو ثابت نگه داره. پاسخ به این پرسش موضوع اصلی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکاست. امریکا بزرگترین رشد اقتصادی را در دوران پس از جنگ جهانی داشته. نرخ بیکاری در دوران رئیس جمهوری دونالد ترامپ پایین ترین در نیم قرن گذشته بوده. اما همزمان جنگ تجاری و کند شدن آهنگ رشد اقتصاد قطعات پازل رکود اقتصاد امریکا را تشکیل میدن که انتظار میرفت رکود را به نام سال 2019 بزنند. اما این اتفاق نیفتاد. در اقتصاد ترامپ محرک‌هایی برای تداوم رشد به کار برده، مانند معافیت‌های مالیاتی که البته آثارش در حال کمرنگ شدنه. در سال 2019 رشد اقتصادی آمریکا و میزان تجارت این کشور اقتصاد رو قوی نگه داشته. اما اگه تنش تجاری آمریکا و چین ادامه پیدا کنه، تأثیرش بر اقتصاد آمریکا و جهان در سال 2020 احساس میشه. اگر ترامپ درباره جنگ تجاری با چین تجدید نظر کنه، میتونه روند رشد اقتصاد رو تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری حفظ کنه. اقتصاد جهان با تمام فراز و نشیب‌های سال 2019 در سال 2020 تا نزدیکی رکود پیش خواهد رفت، ولی بعید است وارد فاز رکود شود. انتظار می‌رود سریع‌ترین رشد در آسیا و افریقا باشد. هند و چین پیشتاز هستند، اما ادامه رشد آنها کندتر از گذشته خواهد بود. 10 سال پیش اقتصاد جهان در رکود گرفتار. در این یک دهه شرایط بهبود یافته، ولی جهان هنوز در شوک سیاسی و اقتصادی به سر میبره. از رکود اقتصادی اخیر تا کنون اعتماد بسیاری به نظم حاکم بر اقتصاد جهان کم شده. برخی پرسش میکنن که آیا عملکرد کاپیتالیسم قابل دفاعه؟ همزمان دغدغه های دیگری هم شدت یافته، مانند نگرانی از وضعیت محیط زیست و شکاف درآمدی. مقاله‌ای در شماره ویژه سال اکونومیست به عملکرد کاپیتالیسم در یک دهه گذشته می‌پردازد
رئیس نزدک دومین بازار بزرگ بورس در جهان در این مقاله اشاره می‌کند که نقد به کاپیتالیسم از بحران مالی سال 2008 به این سو شدت گرفته و باعث تحولات جدی در سیاست و اقتصاد شده. حالا کمتر شرکتی تمایل دارد سهام خود را به صورت عمومی بفروشد و این به چرخه توزیع ثروت لطمه می‌زند. آدنا فریدمن می‌گوید قوانین حاکم بر بورس‌های جهانی باید بازنگری شوند. The head of the Nasdaq, who is part of the very heart of capitalism, if you like, and این مقاله رو کسی نوشته که خودش در مرکز کاپیتالیسم قرار داره. شرکت‌های بزرگ امروز پی بردن که غیر از کسب سود، باید به جامعه‌ای که در اون فعال هستن هم کمک کنن. اینکه چقدر شرکت‌های بین‌المللی میتونن از این روش اعتماد مردم رو جلب کنن، موضوع چالش برانگیزیه. بعضی معتقدند شرکت‌های بزرگ نباید به سیاست کاری داشته باشن و سیاستمداران هم باید برای تجارت قانون‌های بهتری تنظیم کنن. اقتصاد ایران در سالی که گذشت در رکود کامل به سر برد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد منفی 9.5% را برای ایران برآورد کرد. اما خوشبینانه گفت ایران در سال پیش روی میلادی از رکود خارج می شود. واحد اطلاعات اکونومیست اما می گوید اقتصاد ایران باز هم در سال 2020 بیش از 1.5% کوچکتر می شود. ایران تحت فشار و اعتراض‌های اخیر به گرونی بنزین نشون دهنده تأثیرگذاری تحریم‌ها علیه این کشور بوده. اما به نظر نمی‌رسه اقتصاد ایران در کوتاه مدت به فروپاشی برسه. من معتقدم ساده لوحانه است که اینطور فکر کنیم، چرا که چرخش اقتصاد ایران تحت شرایط مشابه در گذشته چرخیده. سال پیش رو برای اقتصاد ایران سال دشواریه. پرسش اینجاست که آیا ممکنه ایران و آمریکا در سال جدید وارد مذاکره بشن؟ So is there substance there? اقتصاد اروپا در سالی که گذشت رشد کندتری نسبت به سال قبل داشت. کریستین لاگارد، رئیس جدید بانک مرکزی اروپا، حالا در صف مقدم مبارزه با مشکلات اقتصادی قرار گرفته. ممکن است بانک مرکزی اروپا برای مقابله با کند شدن آهنگ رشد، نرخ سود بانکی را کم کند. پیش بینی می شود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سالها هم اروپا و هم بریتانیا را گرفتار تبعات اقتصادی این جدایی کند. What businesses don't like is uncertainty. بنگاه‌های تجاری و دارندگان سرمایه از بی‌ثباتی خوششون نمیاد. اونا میخوان بدونن چطور میتونن سرمایه‌شون رو برای طولانی مدت در یک اقتصاد به جریان بندازن. اما از زمانی که همه پرسی برگزیت برگزار شد، اعتماد به آینده اقتصاد بریتانیا به شدت کم شد. به نظر من این مسئله به سرعت حل نخواهد شد. حتی اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا هم در سال 2020 خارج بشه، هنوز پرسش‌های بی‌پاسخی درباره آینده روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا مطرحه. در سالی که گذشت رشد تولید ناخالص جهانی حدود 3% بود و در سال پیش رو هم تغییر چشمگیری نخواهد کرد. در سال پیش رو صنایع از تهدید جنگ تجاری آمریکا با چین و دیگر کشورها لطمه خواهند دید. اما همچنان بسیاری از این صنایع که در سالهای اخیر پیشرفت کردند، پیشرانان رشد اقتصادی جهان خواهند بود. صنایعی مانند صنایع هوایی، چون تقاضا برای جت‌های مسافربری زیاد شده، صنعت سرگرمی که سرمایه‌گذاری در آن 5% رشد خواهد کرد، مواد خوراکی و محصولات کشاورزی که با افزایش جمعیت و بالا رفتن نسبی درآمد طبقه متوسط تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد، صنعت فناوری اطلاعات و کامپیوتر، صنعت ورزش و توریسم که به خاطر المپیک 2020 ژاپن رونق خواهند داشت. I think there's always great interest in watching the tech related industry both the تحولات صنایع مرتبط به کامپیوتر مانند هوش مصنوعی بسیار جالبه که نشون میده میتونه انقلاب در صنایع دیگه ایجاد کنه. البته همزمان پیشرفت تکنولوژی تاثیرات منفی هم داشته. مثلا در صنعت رسانه بسیاری از شغل‌ها از بین رفته. اما از طرف دیگه در بهداشت و درمان به کمک هوش مصنوعی میشه دارویی ساخت که ویژه هر فرد باشه. این تحولات در سال 2019 رخ داده. در سال 2020 هیجان انگیزتر هم میشه. سالی که از چند روز دیگر آغاز میشود نقطه شروع یک دهه است. شروعی دشوار برای اقتصاد، اما شاید در دوران برتری تکنولوژی و هوش مصنوعی ورق برگردد و دهه 2020 بهتر از دهه های پیشین باشد. شاید هوشمندی، BBC.
امشب قصد داشتیم گزارشی در مورد بوی بد تهران براتون پخش بکنیم که متاسفانه آماده نشد، بابت اون عذرخواهی میکنیم. سیامک عباسی خواننده پاپ ایرانی جمعه 29 آذر در کنسرتش در سالن همایش ایرانیان برای ابراز همدردی با مادران کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 آهنگ دیوونگی رو به اونها تقدیم کرد. برنامه 60 دقیقه امشب رو با بخش‌هایی از این اجرا به پایان می‌بریم. اجازه می‌خوام که مخصوصاً این آهنگ رو به واسطه این دو ماه عجیب و باور نکردنی که گذشت، برای هممون تلخ بود، سوگوار شدیم، میخوام این آهنگ رو تقدیم کنم به مادران داغ دیده آبان 98. چرا چشمای من خیسه، چرا عکساتو میبوسم، مثل باقی که خشکیده دارم از ریشه میپوسم، مثل دیوونه ها گیجم، همش بیهوده میخندم، دوتا عاشق که میبینم سری چشمامو میبندم، خودم داغم نمیفهمم، زمان راحت جلو میره، میخوام چیزی بگم اما گلومو بغض میگیرم، یعنی دیوونگی دیگه دیوونم، چرا